شنبه حوالی از پلازا دی سبلس، میدان شهر مادرید غرق در شادی شده بود. اونا 5 هفته زودتر از پایان فصل قهرمانی خودشون رو جشن گرفته بودن، اتفاقی که در قرن 21 تا حالا رخ نداده بود. سوای اینکه بازی چهارشنبه شب چه اتفاقی میفته، سوای اینکه آقای آنجلوتی میتونه پپ گواردیولا رو شکست بده یا نه، ما میخوایم از یکی از بزرگترین مربی های تاریخ فوتبال صحبت کنیم. مربی که در تاریخ فوتبال جاودانه شد، مربی که در 5 لیگ معتبر قهرمانی لیگ به دست آورد. ولی همه رسانه‌ها وقتی میخوان در خصوص آنجلوتی صحبت کنن، در خصوص کیفیت او در زمینه مربیگری صحبت میکنم، ولی هیچکس یادش نیست که این کیفیت از داخل زمین فوتبال در دوران بازیگری به دست اومد. سلام، اینجا رابوناس، من علی حاجی ام و ما میخوایم به بهانه قهرمانی رئال مادرید با کارلو آنجلوتی در خصوص یکی از بهترین مربی های تاریخ فوتبال صحبت کنیم. دون کارلو آنجلوتی. پیش از اینکه در خصوص آنجلوتی صحبت کنیم، ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید، در یوتیوب سابسکرایب کنید، در اینستاگرام فالو کنید و بیش از هر چیزی برای ما کامنت بذارید. پراسپرا آداسترا، عبارتی لاتین به این معنا که پس از سخت کوشی تو به ستاره خواهی رسید، پس از باران رنگین کمان خواهد آمد و پس از درد تو اسطوره خواهی شد. اینا جملاتی است که در خصوص کارلو آنجلوتی استفاده میکنن، شخصی که در زمین فوتبال و در خارج از زمین فوتبال به سمبل صبر، اعتماد به نفس، آرامش و باور بدل شده بود. شخصی که میتونه همه کاری که دلش بخواد انجام بده. به یک دیواری شباهت داشت که در برابر ناملایمتی ها مقاوم بود. قرار بود دوچرخه سوار بشه، اما رویای فوتبال رو مستطیل سبز کشوند. هم در زمین فوتبال باهوش بود، سخت کوش بود و هم در مدرسه تایید شده بود بر این جمله که حالا تو درس تو بخون، در کنارش فوتبال رو هم ادامه بده. آنجلوتی خودش با سخت کوشی خودش جایگاه خودش رو به دست آورد و به مربیا فهموند که چقدر میتونه در میدان، در میانه میدان کارساز و مؤثر ظاهر بشه. از 14 سالگی کار خودش رو در آکادمی شهر رجیولو آغاز کرد. خودش متولد شهر رجیولو بود. رجیولو میشه شهری در شمال ایتالیا، شهری که حدوداً 10,000 نفر جمعیت داره، شهری که اصلا اونقدام ورزشی نیست. پیش از آنجلوتی، لورنزو باندینی، راننده مشهور فراری در پیست لومانس 1966 از درون این شهر متولد شده بود، شخصی که با کم مایلز رقابتی عالی به وجود آورد و ما در فیلم فورد ورسس فراری این رو کاملا لمس کردیم. 2 سال در آکادمی شهر رجیولو بود، خوب بازی کرد. آخر سر رفتش یه شهر نزدیک رجیولو، رفت پارما، در آکادمی پارما بازی کرد. پارما اونقدرها تیم خوبی نبود، در دسته C بازی میکرد. چزار مالدینی اومد هدایت این تیم رو گرفت و با کارلو آنجلوتی 18 ساله این تیم به سری B رسید. اونجا دنیا فهمید که چه بازیکن خوبی از ایتالیا در میانه میدان داره ظهور میکنه. انقدر بازیکن خوبی میشه که در سال 1979 اینتر میلان تمام تلاش خودش رو میکنه که کارلو آنجلوتی رو بیاره، اما روم پیش دستی میکنه و آنجلوتی به المپیکو میره و یکی از بهترین تیم‌های تاریخ روم شکل میگیره. روم کلا 3 قهرمانی داره که دومین قهرمانیش در عصر آنجلوتی با مربیگری نیلز لیتهولم شکل میگیره. آنجلوتی با نیلز لیتهولم رشد میکنه، با اسفنگور اریکسن کاملا جایگاهش عوض میشه. اول پست هافک تهاجمی بوده، بعد یه خط میاد عقب‌تر و در پست هافک تدافعی به یکی از بهترین‌های ایتالیا بدل میشه. در روم جام‌های مختلفی رو به دست میاره، اسکودتو میگیره، کوپا ایتالیا میگیره و به یکی از بهترین بازیکن‌ها بدل میشه که بهترین اتفاقش در تابستون 1987 رخ میده، جایی که آریگو ساکی فریاد میزنه مقابل برلوسکونی که میگه ما برای اینکه بتونیم اسکودتو رو برای خودمون بکنیم، برای اینکه بتونیم برای قهرمانی با تیم‌هایی مثل ناپولی و مارادونا رقابت کنیم، باید این بازیکن رو بخریم. ضمانت اسکودتو خرید آنجلوتیه. البته میلان در سال 1987 فان باستن رو میخره از آژاکس، رودگولیت رو میخره از PSV آنتوبن، ولی آنجلوتی میاد در میانه میدان در کنار دونادونی، اوانی و کلومبو. خط میانی میلان تشکیل میشه و یکی از بهترین تیم‌های تاریخ میلان به سمت قهرمانی جلو میره. از زمان روم یه مسئولیتی داشته در زانوی پای چپش. 2 سال در روم خونه نشین میشه و وقتی در میلان هم میاد این مسئولیت گریبانگیرش میشه. ولی آریگو ساکی در خصوص این بازیکن میگه که خیلی بازیکنی خوبی داره. این بهترین بازیکنیه که میتونه توپ رو قطع بکنه. وقتی پرسینگ ما انجام میدیم، این همون کسیه که توپ رو میگیره و اولین کسی است که به سمت دروازه میره و گل برای ما به ثمر میرسونه. بهترین لحظه آنجلوتی برمیگرده به 19 آوریل 1989، جایی که با شوت دیدنی خودش آغازگر نابودی رئال مادرید میشه. شوت دیدنی
دیدنی برد 4-0 میلان در نیمه نهایی لیگ قهرمان اروپا. اونجا میلان به فینال میرسه و قهرمان لیگ قهرمان اروپا میشه. آنجلوتی هر چیزی که یک بازیکن فوتبال بخواد رو به دست آورد. قهرمانی اسکودتو، دو بار قهرمانی لیگ قهرمان اروپا، سوپرکاپ، کوپا ایتالیا، همه چیز رو به عنوان بازیکن گرفت در عرصه باشگاهی. در زمینه تیم ملی باز هم خوب بود. به تیم ملی دعوت شد. در یورو 1988 به نیمه نهایی رسید ولی نتونست به فینال برسه، به شوروی باختن و در جام جهانی 1990 در خاک ایتالیا به مارادونا همه چیزشون رو در پنالتی باختن. عملکردش در تیم ملی اونقدر خوب نبود ولی در زمینه باشگاهی همه چیزی که می‌خواست به دست آورد. در یک خداحافظی باشکوه در سنسیرو به فوتبالش پایان میده. چرا؟ چون آریگوساکی می‌خواست بره تیم ملی ایتالیا و کارلو آنجلوتی رو با خودش می‌بره تیم ملی ایتالیا. کار مربیگریش در تیم ملی ایتالیا با آریگوساکی آغاز میشه. از آریگوساکی شیوه‌های تاکتیکی رو یاد می‌گیره و شیوه‌های مربیگری و شخصیتی یک مربی رو از نیلز لیتهولم. او از نیلز لیتهولم یاد گرفته بود که چگونه با بازیکن‌هاش ارتباط بگیره، چگونه یک ارتباط محترمانه آغاز بکنه، به موقعش آرامش داشته باشه و به موقعش حتی بیشتر از گتوزو دیوانه وار فریاد بزنه. 3 سال زیر دست آریگوساکی در تیم ملی ایتالیا یاد میگیره و در سال 1995 مربیگری خودش رو آغاز میکنه. دوباره برمیگرده به شهر خودش، همون مسیری که در دوران بازیگری طی کرده بود. برمیگرده رجیولو و هدایت باشگاه رجانا رو بر عهده میگیره. 2 سال در رجانا بوده و بعدش دوباره میره پارما. در پارما رشد میکنه، آزمون رو خطا میکنه، به یکی از مربیهای خوب بدل میشه و در سال 1999 تورین میاد به دنبالش. جانشین لیپی میشه، لیپی که خوب کار نمیکرده، پارما 4-2 باخته بوده و جای خودش رو به آنجلوتی میده. بعد از آنجلوتی موفقیت های یوونتوس آغاز میشه، برد پشت برد تا اینکه میرسه به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا. این تیم میرسه به جمع 4 تیم برتر اروپا. در اولد ترافورد با منچستر یونایتد 1-1 مساوی میکنه، به دلالپی میکشه. در 10 دقیقه ابتدایی اینزاگی 2 گل میزنه و همه دارن سرود صعود یوونتوس به فینال لیگ قهرمان اروپا رو میخونن، تا اینکه منچستر یونایتد سر الکس فرگوسن یک اتفاق بزرگ رقم میزنه، یک کامبک فوق‌العاده با رویکین، دوایت یورک و اندیکو. در فصل بعدش که میشده اولین فصل آقای کارلو آنجلوتی در یوونتوس، عملکرد فوق‌العاده‌ای در سری آ به صرف رسوند. میرسه به هفته آخر در شب بارونی، در شب بارونی پروجا. در اونجا همه چیز رو میبازه و در بازی آخر جام رو به لاتسیو تحویل میده، به مربی سابقش اسوانگوران اریکسن. تیم لاتسیویی که مارچلو سالاس داشته، ندوت داشته، سیمونه داشته، سیمون اینزاگی داشته و این تیم قهرمان میشه. در فصل بعد دوباره شروع میکنه، میره جلو، میبره تا اینکه دوباره میرسه به انتهای فصل و قهرمانی رو تقدیم میکنه به روم کاپلو، تیم سابقش. او یاد گرفته بود که پس از بارون رنگین کمون میاد و پس از باخت به برد میرسه. برای همین اونجا یوونتوس رو ترک میکنه، مارچلو لیپی میاد در یوونتوس که یوونتوس اونجا اون سال قهرمان میشه و بعد از گذشت چندین ماه جانشین فاتح ترین در میلان میشه. آقای برلوسکونی به آنجلوتی بار دیگر اعتماد میکنه تا عصر جدیدی در میلان شکل بگیره. آنجلوتی میدونسته، خودش تجربه کرده بود که برای موفقیت یک تیم باید بار یک تیم رو روی دوش یک نفر بندازه. خودش این رو فهمیده بود، خودش این بار رو تحمل کرده بود. برای همین به یک نفر تکیه میکنه، آقای آندرا پیرلو، بازیکنی که از تریکوارستا به رجیستا بدل میشه. از پست هافک تهاجمی میاد به هافک تدافعی و کسی که بازی سازی در عمق رو انجام میده، کسی که در جلوی خط دفاعی پاس‌های بلند میده، پاس‌های مستقیم میده و بازی سازی اصلی تیم رو انجام میده. با آندرا پیرلو میلان مسیر موفقیت خودش رو پیش میگیره. در سال بعدش بازیکنان مثل سیدورف، نستا به این تیم اضافه میشن و در لیگ قهرمان اروپا میلان یک شاهکار تمام عیار رقم میزنه. در مرحله گروهی این تیم بایر مونیخ، دورتموند و رئال مادرید رو میبره و حذفشون میکنه. در مرحله حذفی آژاکس اینتر میلان رو میبره و در انتها یوونتوس رو شکست میده. یوونتوس مارچلو لیپی، تیم سابقش رو، به لطف پنالتی ترزگه، زالایتا و آخرش رو میزنه. میلان قهرمان لیگ قهرمان اروپا میشه. مسیر موفقیت میلان آغاز میشه. میلان داره تبدیل میشه به یکی از بزرگترین تیم‌های تاریخ. میلان قدرتمندترین تیم خودش رو در قرن 21 تجربه میکنه. هر چی که میخواد در میلان به دست میاره. قهرمانی اسکودتو، دو قهرمانی لیگ قهرمان اروپا، یه دونه فینال استانبول تجربه میکنه، کوپا ایتالیا، سوپرکاپ ایتالیا، جام باشگاه‌های جهان، همه چیز رو به دست میاره. و سال 2009 پس از اینکه نمیتونه قهرمان بکنه میلان رو، با خونه خودش خدافظی میکنه.
آبرامویچ برای اینکه پایان بده به عصر فرگوسن و بتونه دوباره روزهای خوش مورینیو رو تکرار بکنه، میاد پیش یکی از بهترین مربی‌های تاریخ فوتبال، کارلو آنجلوتی، میاد لیگ برتر. در فصل اول فرگوسن رو شکست میده و قهرمان لیگ برتر انگلیس میشه، قهرمان جام حذفی میشه. در فصل بعدی جامی رو به دست نمیاره که آقای آبرامویچ به همون شکل همیشگی خودش که مربی‌ها رو مینداخت بیرون، این حرفا آقای کارلو آنجلوتی هم میندازه بیرون. اما یک تیم فوق‌العاده‌ای رو تشکیل میده که اون تیم دو سال بعد در لیگ قهرمان اروپا میتونه قهرمان بشه. میره در پاریس سن ژرمن که تیمی رو آغاز بکنه که این تیم بتونه قهرمان لیگ فرانسه بشه و بتونه به تیمی بدل بشه که در اروپا قد علم بکنه. پاریس سن ژرمن میره، اونجا لو شامپیونه به دست میاره، اونجا در لیگ قهرمان اروپا عملکرد خوبی رو داره، میخوره به بارسلونا تیتو ویلانوفا، در اونجا شکست میخوره حتی بدون مسی و نمیتونه در لیگ قهرمان اروپا کار بزرگی رو در پاریس سن ژرمن انجام بده، ولی تیمی رو میسازه که زمینش این پول، این شهرت و این اتفاق رقم میخوره که بازیکنان مثل نیمار بیان در این تیم و مسیر موفقیت آغاز بشه. Música maestro. Ahí está. همه میدونستن برای اینکه بتونی قهرمان لیگ قهرمان اروپا بشی باید بری سراغ کارلو آنجلوتی. این دسیمایی که طلسم شده بود باید با دستای آنجلوتی فتح میشد. پس آقای آنجلوتی از پارک دو پرنس میاد سانتیاگو برنابو، یک تیم فوق‌العاده‌ای میسازه که میرسه دست زیدان که اون ادامه پیدا میکنه. دسیما فتح میشه با درخشش بازیکنان مثل کریستیانو رونالدو، مثل دیماریا و گلی که گرت بیل میزنه. من هر جای حرف میزنم رئال مادی دهمین قهرمانی خودش رو به دست بیاره. سال بعد نمیتونه قهرمان بشه، آقای فلورنتینو پرز به سبک آقای آبرامویچ این فرد رو بیرون میکنه. دوران آقای زین الدین زیدان آغاز میشه، البته با یک وقفه‌ای که آقای بنیتز میاد تیمو شوهر میده، بعدش آقای زیدان میاد. این حرفا اون تیم فوق‌العاده‌ای که آقای آنجلوتی ساخته بود با مغز متفکر به نام زین الدین زیدان میره و 3 سال پیاپی قهرمان میشه. در 5 سال 4 قهرمانی که خیلی نامردیه اگر سهم بزرگی رو برای کارلو آنجلوتی قائل نباشه. البته باید سهمی رو برای مورینیو هم قائل باشه و حال این تیمی هستش که از سال 2011 مورینیو رفت جلو، آنجلوتی بردش جلو، قهرمانش کرد و بعد رسید به زین الدین زیدان و این تیم تونست قهرمان بشه. 13 قهرمانی. میره بایر مونیخ، در اونجا قهرمان بوندسلیگا میشه، البته که با آبدارچی شبکه سهمی تونست بشه، در اونجا قهرمان میشه، در لیگ قهرمان اروپا میخوره به زیدان و اونجا با توجه به اتفاقاتی که حالا یادمون نمیره، داوری و آفساید و این حرفا میبازه، آقای آرتور ویدال پنالتی رو میکوبه، آقای مارتینز اخراج میشه و همه اون اتفاقات که تیم رئال فوق‌العاده بود و این حرفا به رئال مادرید میبازه و نمیتونه در بایر مونیخ موفق بشه. در فصل بعدش بازیکن‌ها یکم به کارش میزنن، یکم خیلی باهاش اوکی نیستن و این حرفا که آقای کارلو آنجلوتی وسط فصل اخراج میشه، ویلی سانیول میاد و بعدش یوپانکس میاد و یوپانکس میتونه تیم رو قهرمان با نسلگا بکنه. بیکار نمیمونه این آقا، یعنی هر تیمی هم بهش پیشنهاد بدن میره، اون تیم هم بالاترین کیفیت خودش رو به نمایش میذاره. میره ناپولی، ناپولی فوق العاده عمل میکنه، عملکرد خوبی داره، رقابت داره میکنه برای اسکودتو، هیچ تیمی نخواستش، رفت مرسیساید، رفت مرسیساید با آقای فریدون مشیری، رفت اونجا و تیم اورتون رو، حالا اورتون همچین تیپ آنچنانی هم نبود ولی تیم اورتون رو در نیمه اول جدول نگه داشت، بازیکن‌های رو آورد که تونستن اورتون رو یه پله بالا ببرن، حداقلش بازی لیورپول و اورتون بازی جذابی شد، دیگه عوض شد که مثلا قبل بازی دربی مرسیساید اینجوری باشیم که لیورپول خیلی راحت بازی رو میبره، بازیش هیجانی شده بود، بازیش خیلی درجهش بالا رفته بود، بعد از گل زدن اصلا به هیچ جاش نیست که آقا تیم گل برتری زده، همونجوری راحت دنیای خودش داره قهوه خودش رو میخوره. اورتون رو یه پله جلو برد و زمانی که اورتون و تافیها داشتن آواز خوشبختی برای خودشون سر میدادن، آقای فلورنتینو پرز اومد زنگ خودش رو زد، بیا دوباره، بیا خودتو اثبات کن دوباره، یک فرصت دیگه برای آقای کارلو آنجلوتی. کارلو آنجلوتی که در این سالها بعد از رفتن از رئال مادرید و رفت در بایر مونیخ نتونست موفق بشه و به اون شکل از بایر مونیخ اخراج شد و بعدش در تیم‌های مثل ناپولی و اورتون دیگه مربی دورت گذشته، مربی تو نمیتونی دیگه، تموم شد. اصلا وسط این فصل بودش که حتی منقضی شد گواهی مربی. بله آره، بیا دوباره امتحان بده، بیا دوباره تو باید یکم آپدیت بشی، تو مثلا خیلی اینجوری نیستی.
برای احیای کاراکتر خودش برگشت سانتیاگو برنابو. چه کاری انجام داد با برخی بازیکن‌ها. ما یک اپیزود ضبط کردیم در خصوص وینیسیوس جونیور. وینیسیوس جونیور واقعا کجا این بازیکن بود؟ اصلا این بازیکنی که نمیتونه مثلا دو تا دریبل بزنه و توپ رو دست بده و توپ آخر رو میزنه به دست دروازه‌بان یا میکوبه دم اوت. این بازیکن تبدیل شده به یکی از بهترین بازیکن‌های لالیگا. از کریم بنزما یک ستاره، یک فوق ستاره ساخت. وقتی اومد در رئال مادرید خب خیلی ها اعتقاد نداشتن. بله رئال مادرید در یک فصلی که بارسلونا به این شکل مفتزهانه کشیده شده بود، سیمونه دیگه یکم باید اندیشه خودش رو تغییر میداد بعد از اون قهرمانی که به دست آورد. این قهرمانی با این شرایط 5 هفته زودتر به دست اومد. ولی خیلی هم باور نداشتن آقای آنجلوتی، مربی که تاریخ انقضاش گذشته و تو برداشته آوردی، مربی رئال مادرید کردی، اون هم زینو دین زیدان بوده. زینو زیدان نامه خداحافظیش بود، بعد از نامه خداحافظیش گفتن رئال دیگه نمیتونه برگرده. ولی کارلو آنجلوتی اومد در سانتیاگو برنابو و یک نمایش درخشان. گفتن خب در لالیگا بارسلونا خوب نیست، اتلتیکو مادرید تو که رقیبت سویاس هستن، سویا رئال بتیس با تو بازی کنه. همینجوری به حال رئال مادرید یکم تو سرش خورد، بیا عیار خودتو در لیگ قهرمان اروپا نشون بده. اومد مقابل پاریس سن ژرمن، اون کامبک فوق العاده در سانتیاگو برنابو، بعدش بازی مقابل چلسی. بله چلسی هم حالا فلان من تو نه تیم چلسی هم که اینجوری بود دیگه، چلسی هم آبراموویچ اینجوری شده بود. اون کامبک با اینکه 3-0 عقب افتاد ولی یکی زد و بعدش دومی هم زد و رسید به منچستر سیتی. و این بازی فوق العاده ای که در اتحاد، یکی از بازی هایی که واقعا هدیه خداوند برای ما در این عصر سیاهی که در زندگی میکنیم و لذت میبریم از اینکه چرا عاشق فوتبال هستیم، به این دلیل عاشق فوتبال است. این نمایشی که از آنجلوتی و پپ گواردیولا دیدیم که قرار برگشتش رو چهارشنبه ببینیم، هنوز نمیدونیم چه اتفاقی میفته. این کارلو آنجلوتی هستش که ازش حرف میزنیم، از بازیکن فوق العاده ای که زیر نظر آریگو ساکی، لید هول، اسوان گورن اریکسن به یکی از بهترین بازیکن های ایتالیا بدل شد، به یکی از بازیکن های خوب ایتالیا بدل شد و تاریخ ساز شد در دنیای فوتبال. 5 قهرمانی در لیگ های معتبر اروپایی. اینجا راباناست و ما تو رابانا از قصه های فوتبالی تعریف میکنیم. مرسی. او دوستش دو کسی که میتونه همه کاری که دلش بخواد بتونه انجام بده. دو در یک خداحافظی باشبو در سنسیرو چرا؟ چون آریکو ای خدا رجیولو و در باشگاه رجیا رجانا و در باشگاه رجانا کار خودش رو آغاز کرد. 2 سال در رجانا بود و بعدش به پارما رفت. دقیقا مثل مربی، دقیقا مثل بازی یوونتوس با همه میاد که دوران لیپی در اینجا برد پشت برد برد پشت در زمستون سال 2002 تمام بار یک دوش رو تمام بازیکانی که از قهرمان لیگ اسپانیا میشه. این کارلو آنجلوتی که ازش حرف میزنیم، این کارلو آنجلوتی که ازش حرف میزنیم با موسیقی اومد، این کارلو آنجلوتی که ازش حرف میزنیم، از مربی که ای بابا ای خدا خواهین مست نگم بگیم مست نگم